سرخط خبرها. تلاش‌های ناموفق برای دیدار روحانی و ترامپ. رئیس جمهوری ایران در آخرین روز سفرش به سازمان ملل در یک نشست خبری به پرسش‌های رسانه‌ها پاسخ می‌دهد. قطع امید رهبر ایران از اروپا. سعیشون اینه که منافع ملی ما رو طبق خواست خودشون تعریف کنن. همین. تهدید طالبان برای حمله به مراکز رای‌دهی در انتخابات افغانستان، دولت میگوید تبلیغات منفی است. و مرگ سیاستمدار کهنه‌کار فرانسوی ژاک شیراک، رئیس جمهوری سابق درگذشت. بحران غذا در یمن، سازمان ملل میگوید اگر کمک نشود مردم از گرسنگی میمیرند. سلام به این بخش خبر، خوش آمدید. ساعتی پس از پایان سخنرانی دیروز رئیس جمهوری ایران در سازمان ملل، دونالد ترامپ دستور ممنوعیت صدور ویزا برای مقامات ارشد ایران و خانواده هایشان را صادر کرد. همزمان آمریکا چند شخص و شرکت چینی را به خاطر معامله نفتی با ایران تحریم کرد. این در حالی است که تلاش های زیادی از طرف دولت های اروپایی صورت گرفت تا حسن روحانی در نیویورک با آقای ترامپ دیدار کند. رهبر ایران امروز گفت حرف های دولت های اروپایی پوچ است و باید از آنها قطع امید کرد. اجیار گل گزارش می‌دهد. حسن روحانی تلاش برای دیدار رؤسای جمهوری ایران و آمریکا در کنار مجمع عمومی سازمان ملل متحد. حسن روحانی خواهان لغو تحریم‌ها پیش از مذاکره بود، اما دونالد ترامپ به دنبال مذاکره بدون پیش شرط. اما تلاش‌ها به جایی نرسید. نه تحریم‌ها لغو شدند، نه رؤسای جمهوری دو کشور دیدار کردند. اما هر دو از تریبیون سازمان ملل برای حمله به سیاست‌های هم استفاده کردند. من به نمایندگی از ملت و کشورم اعلام می‌کنم که پاسخ ما به مذاکره تحت تحریم نمی‌باشد. ساعتی پس از سخنرانی حسن روحانی، رئیس جمهوری آمریکا دستور داد ورود مقام‌های ارشد حکومت ایران و بستگان درجه یک آنها به آمریکا محدود و تعلیق شود. دونالد ترامپ وزارت خارجه و وزارت امنیت داخلی آمریکا را مسئول بررسی و تشخیص این موارد کرد. خب بگم ما که از اونها درخواست کردیم برای ما بفرست. حسن روحانی با شبکه‌های تلویزیونی پربیننده آمریکا مصاحبه کرد و بار دیگر بر لغو تحریم‌ها پیش از مذاکره تأکید کرد. نوع تحریمی که آمریکا علیه مردم ایران شروع کرده تروریسم اقتصادی. مخالفت حسن روحانی با دیدار با دونالد ترامپ و موضع او در نیویورک با استقبال رسانه‌های داخل ایران روبرو شد. حتی رسانه‌های منتقد او، روزنامه کیهان که از منتقدان رئیس جمهوری و به رهبر ایران نزدیک است، با تیتر نه به مذاکره تحت تحریم خطاب رئیس جمهوری نوشته دست مریزاد. میخوان ما باور کنیم که مصلحتمون در تسلیم شدنه. امروز آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران در دیدار با اعضای مجلس خبرگان حرفهای اروپایی ها را پوچ خوانده و گفته باید از آنها هم قطع امید کرد. همانطور که رهبر معظم انقلاب حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل دیروز از مقاومت اقتصاد ایران در مقابل تحریم‌ها سخن گفت. در مقابل تحریم‌ها علی‌رغم التهابات ناشی از عوامل خارجی در یک سال و نیم گذشته، بار دیگر به مسیر رشد و ثبات بازگشته است. رئیس جمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل در حالی از رشد و ثبات اقتصادی ایران سخن گفت که وضعیت معیشتی مردم وخیم‌تر شده است. دیروز وزیر خارجه آمریکا از تحریم شرکت‌های چینی که نفت ایران را خریداری یا حمل می‌کنند سخن گفت. او گفت آمریکا به دنبال به صفر رساندن فروش نفت ایران است.
با تحریم صنعت نفت ایران توانستیم منبع اصلی درآمد آنها را به شدت کاهش دهیم. 30 کشور واردات نفت از ایران را به صفر رساندند. این تحریم‌ها رژیم ایران را هر سال از درآمد حدود 50 میلیارد دلار محروم می‌کند. تنگه هرمز متأثر می‌شوند را حسن روحانی همچنین طرح ابتکار صلح هرمز برای امنیت خلیج فارس را در سازمان ملل مطرح کرد. اما هیچ یک از کشورهای منطقه از آن استقبال نکردند. آمریکا از تحریم‌های سنگین‌تر می‌گوید و جنگ لفظی بین رهبران دو کشور تشدید شده است. ژیار گل، بی بی سی. بهمن کلباسی خبرنگارمون از سازمان ملل با ما. امروز قرار هست که آقای روحانی کنفرانس مطبوعاتی برگزار کنه در مورد فعالیت‌های رسانه‌ای و قبل از ترک نیویورک بهمون بگو بهمن. این نشست در واقع پایان سفر هست و بعد از اون تیم رئیس جمهور برمیگرده، گوین که وزیر خارجه دو سه روز بیشتر میمانه. ولی در گفتگوهایی که با رسانه‌های آمریکایی از جمله فاکس نیوز، شبکه دسترسی که آقای ترامپ خیلی نگاه میکنه، برای اولین باری بود که رئیس جمهور ایران مصاحبه میکرد، آقای روحانی حرف زد، و شبکه دیگر آمریکایی، به نظر میاد پیام همان است که در سخنرانیش شنیدیم و حرفایی که دیپلمات‌های تیم ایران مکرر زدن، و اون این است که بدون لغو تحریم‌ها، بدون اینکه آمریکا گام اول برداره، هیچ شانسی نه برای دیدار و گفتگو و مذاکره هست، نه برای اینکه ایران در مورد مسائل دیگه گفتگو کنه. برعکس، اگر آمریکا گامی برداره برای اینکه تحریم‌ها را حداقل کاهش بده، اون وقت ممکن است فضا فراهم بشه در مورد اینکه مسائل دیگه هم روی میز باشه و همچنین مذاکره و گفتگوی مستقیمی حداقل بین دیپلمات‌های دو کشور اتفاق بیفته. در نتیجه اون پیام داره تکرار میشه و اینکه تاکید بر اینکه فشارهای آمریکا در تغییر مسیر ایران و تغییر سیاست‌هاش و اینکه بیاد به شرط که آقای ترامپ گذاشته که اول دیدار بکنند تن به نهه نخواهد انجامید. در نتیجه به نظر میاد این پیام همچنان همون چیزی است که ما در گفتگوهایی که با رسانه‌های آمریکایی کرده شنیدیم. امروز هم قریب به یقین در نشست خبریش که تا حدود 2 ساعت کمتر از 2 ساعت دیگه اینجا حدود 100 متر به سمت چپ من در محل هتلش انجام خواهد شد خواهیم شنید. متشکرم از تو بهمن کلبسی در نیویورک. و برای صحبت بیشتر در این باره فرهاد گوهردانی، پژوهشگر توسعه سیاسی و اقتصادی از یورک در بریتانیا با ما هستن. آقای گوهردانی، صحبت‌های امروز آیت الله خامنه‌ای که میگه کاملا از اروپایی‌ها ناامید شده، به نظرتون به چه معناست؟ این معناست که اون دری رو که دولت روحانی سعی می‌کنه شکاف بین اروپا و آمریکا رو استفاده کنه و تحریم ها رو درش خلل و ترک وارد کنه، اون در رو کاملا الان آقای خامنه‌ای بسته ببینه و هیچ امیدی دیگه به اروپا نیست. به خاطر اون اطلاعیه که اروپا علیه ایران صادر کرد، ایران رو متهم کرد به اینکه در حمله به عربستان دخالت داشته بدون اینکه مدرک و سندی ارائه بده، و آقای روحانی هم که گفت که من از مکرون و دیگران پرسیدم که شما یا مدرک و سندی داری، اونا هم گفتن فقط به این دلیل که یمن اون تجهیزات رو متخصصین ما گفتن نداره، بنابراین ایران دخالت داشته. بنابراین یه اشتباه بزرگ اروپایی‌ها بود که اونم مکرون و تیمش به خاطر سرمایه‌گذاری زیادی که کرده بودند اصرار داشتن که این دیدار در سازمان ملل صورت بگیره بین روحانی و ترامپ. به خاطر همین فشار آوردن و اون اطلاعیه ساده که اون اطلاعیه باعث شد اون اندک خوشبینی هم که به اروپا بود کاملا از بین بره. چقدر ولی فکر می‌کنید که ایران و آقای خامنه‌ای وقتی که این صحبت‌ها رو می‌کنه جدیه تو این صحبت‌ها؟ برای اینکه می‌دونیم به هر حال تاکنون این اروپایی‌ها بودند که سعی کردن جلوی فشارهای دولت ترامپ رو علیه ایران حداقل کمتر کنند یا بگیرند. اروپایی هم اینجا خیلی کارت چندانی برای بازی کردن در دست ندارن، چون اونا امید بستن به اینکه برجام رو به هر حال در زبان یا در محتوا حفظ بشه، چون مشکلات عدیده ای دارن و مشکل بحران مهاجرت خیلی شدیدا ممکنه اگر درگیری ایجاد بشه اروپا رو تهدید بکنه. بنابراین اروپایی هم اینجا خیلی نقش چیزی نمیتونن داشته باشن، با یک کارت مفیدی نمیتونن بازی بکنن. بنابراین نهایتا اون نقش واسطه‌گری که اروپا خواست بازی کنه بین ایران و آمریکا، هم آقای روحانی اونجا رد کرد در مصاحبه‌ای که کرد، گفت ما واسطه احتیاج نداریم، میتونیم با آمریکا مستقیم صحبت، شما به تعهدات خودشون عمل کنید. آقای خامنه‌ای همینطور،
گفتن که شما به تعهداتون عمل نکردیم، ما احتیاج به واسطه نداریم. و نقش با اطلاعیه هم که صادر کردن نشون دادن که همچنان مؤتلف اصلی و آمریکا هستن. متشکرم از شما فرهاد گوهردانی، پژوهشگر توسعه سیاسی و اقتصادی از یورک در بریتانیا با ما. آمریکا یک ایرانی را که به خاطر نقض تحریم‌ها و فروش کالاهای تحریمی به ایران زندانی شده بود، اخراج کرد. نگار قدسکنی حدود 2 سال پیش به خاطر فروش غیرقانونی تجهیزات ممنوعی آمریکایی به رادیو و تلویزیون ایران در استرالیا دستگیر شد. رسانه‌های محلی آمریکایی و استرالیایی به نقل از وکیل خانم قدسکنی نوشتند او بعد از گذراندن حبس 27 ماهه در 2 کشور به ایران برگردانده می‌شود. بازداشت او به درخواست آمریکا صورت گرفت و تلاش ایران برای جلوگیری از تحویل او به آمریکا بی نتیجه ماند. دولت چین تحریم‌های جدید آمریکا علیه بعضی از شرکت‌ها و شهروندان چینی را مصداق قلدری خواند. آمریکا دیروز 5 شخص حقیقی و 6 شخص حقوقی چینی را به خاطر واردات نفت از ایران تحریم کرد. وزارت خارجه چین گفته این اقدام آمریکا نقض فاحش عرف حاکم بر روابط بین الملل است. آمریکا بیش از 1 سال است که تلاش میکند درآمد نفتی ایران را به صفر برساند. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان میگوید مسئولیت قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار عربستانی متوجه اوست. آقای بن سلمان این را در فیلم مستندی گفته که قرار است هفته آینده از شبکه PBS آمریکا پخش شود. با این حال او دست داشتن در این قتل را تکذیب کرده. جمال خاشقجی در گذشته از نزدیکان دربار سعودی بود، اما بعد از مهاجرت به آمریکا در روزنامه واشنگتن پست به انتقاد از دولت بن سلمان پرداخت. خاشقجی 1 سال پیش برای کاری به کنسولگری عربستان در استانبول رفته بود که آنجا به قتل رسید. شنبه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برگزار می شود. کمیسیون انتخابات گفته بیش از 9.5 میلیون نفر در سراسر کشور برای رای دهی ثبت نام کردند. وزارت داخله هم اعلام کرده که تدابیر امنیتی لازم اتخاذ شده. اما گروه طالبان در اعلامیه گفته تمام مراکز رای دهی و مسیرهای انتقال مواد انتخاباتی هدف نظامی این گروه است. دیروز سازمان ملل از طالبان خواست تا انتخابات را مختل نکند. نسرین نوا از کابل گزارش می دهد. 2 روز مانده به انتخابات، بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا نگران مدیریت انتخابات است. ما نگرانیم بیشتر اول از بود سیاسی انتخابات است که ممکن سر کارمندای کمیسیون انتخابات در سطح مراکز محلات فشار وارد شود. ما نگرانیم از بابت ناظرین و نمایندای کاندیدا و احزاب سیاسی هستند که ممکن به شکل غیر مسلکی و بی رویه در پروسه مداخله و اخلال بکنند. ما نگرانیم از آوردن فشار بالای مردم است که برای کی رای بتونن و برای کی رای نتن. به نظر می رسد نگرانی های امنیتی جدی است. اگر ما امنیت درست می داشتیم، انتخابات ما بالاخره از 7000 و چند صد مرکزی که ما در انتخابات 2018 ارزیابی کرده بودیم به 4942 مرکز تخلیل پیدا نکرد. من خواسته که از این بابت باز این مراکز پایین‌تر میشه و مردم مشارکتش محدود میشه، دو ساعت باز یک عیب کلان برای انتخابات حساب میشه. مردم بین تشویق دولت و تهدید طالبان چه می کنند؟ یک وضعیت امنیتی خوب قرار نداریم، ولی این ما لازم می دانم برای افغانستان و برای مردم افغانستان که یا سرنوشت خود از راه انتخابات تعیین کنند. هیچ افغان نمی خواهد که به خاطر رای دهنده جان خود از دست بدهد، بلی باید اول امنیت در کشور اوضای امنیتی از هر چی بیشتر باید اوضای امنیتی جور شود. دولت افغانستان از مدت‌ها به این سو روی طرح تأمین امنیت انتخابات کار کرده و مانعی نمی‌بیند. نیروهای امنیتی افغانستان در هر گوشه‌ای که هستند به منظور تأمین امنیت انتخابات پلان‌های زیادی روی دست دارند. ما امیدوار هستیم که نیروهای ما در هر جایی که هستند بتوانند زمینه را بر اشتراک سرتاسری و گسترده مردم در انتخابات فراهم بسازند. وزارت داخله قبلا اعلام کرده بود که 72,000 نیروی امنیتی برای تأمین امنیت روز انتخابات تأمین خواهند شد. 20,000 نیروی دفاعی هم در حالت آماده باش. پیش از این کمیسیون انتخابات گفته بود که بیش از 400 مرکز رای دهی در روز انتخابات بنابر تهدیدهای جدی مسدود خواهد ماند. و انتخابات تقریبا در 5,000 مرکز زیر تدابیر امنیتی برگزار خواهد شد. نسرین نوا، BBC، کابل.
و نگاهی دوباره داریم به مهمترین عناوین خبری این برنامه. آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع کرد. افغانستان میگوید تهدید طالبان برای مختل کردن انتخابات تبلیغات منفی است. در ادامه این برنامه، بحران غذایی شدید در یمن. ژاک شیراک رئیس جمهوری سابق فرانسه در سن 86 سالگی درگذشت. او حدود نیم قرن از عمر سیاسیش از وزارت کشور تا شهرداری پاریس، نخست وزیری و ریاست جمهوری را تجربه کرد. ریحانه مظاهری نگاهی کرده به زندگی او. ژاک شیراک از شناخته شده ترین دولتمردان فرانسه پس از جنگ دوم جهانی. او تنها فردی بود که در جمهوری پنجم فرانسه دوبار به سمت نخست وزیری رسید. نخست وزیر دولت میتران که پس از او 12 سال رئیس جمهور بود. سیاست‌های او درباره خاورمیانه تا حدی نسبت به دیگر رهبران اروپایی دورانش متفاوت بود. شیراک از مخالفان حمله نظامی به عراق در سال 2003 میلادی بود. عراق امروز یک تهدید جدی نیست که به خاطر آن وارد جنگ شویم. او در برابر ایران هم سیاستی متفاوت داشت. او مخالف انزوای ایران بود و همین باعث شده بود تا روی کار آمدنش به عنوان راهی جدید در روابط تهران و پاریس به شما رود. بر پایه نشست سه کشور اروپایی درباره برنامه هسته‌ای ایران در سال 2003 میلادی هم یکی از این موارد بود. دوران ریاست جمهوری ژاک شیراک همزمان بود با دولت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی. دعوت او از محمد خاتمی به کاخ الیزه از مهمترین اتفاقات دوران ریاست جمهوری شیراک در رابطه با ایران بود. استقبالی گرم که انتقاد تندروهای داخل ایران را در پی داشت. البته روابط ایران و فرانسه در تمام دوران ریاست جمهوری شیراک به این گرمی نماند. از جمله در جریان پرونده میکونوس فرانسه علیه ایران موضع گرفت. بعدها شیراک فعالیت‌های اتمی ایران را هم نگران کننده خواند. جدای از اقدامات بین المللی در داخل فرانسه هم شیراک دست به تغییراتی زد که برای او جایگاهی خاص در بین فرانسوی‌ها ایجاد کرد. او پول واحد اروپا یورو را به عنوان واحد پول فرانسه پذیرفت. از دیگر اصلاحات سیاسی او تغییر دوره ریاست جمهوری از 7 سال به 5 سال بود. ژاک شیراک همچنین به مدت 18 سال در فاصله سالهای 1995 تا 1977 شهردار پاریس بود. بعدها پرونده‌ای هم در ارتباط با دوران فعالیتش در شهرداری علیه او مطرح شد. او متهم بود که از بودجه شهرداری برای ایجاد شغل برای متحدان سیاسیش که به او برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری سال 95 کمک کردند استفاده کرده. موضوعی که او البته تکذیب کرد. او بخشی از سالهای پایانی عمرش را به علت بیماری در بیمارستان بستری بود. اما بر اساس نظرسنجی که نشریه ژورنال دو دیمانش 3 سال پیش منتشر کرد، به نظر بیش از 80% فرانسوی ها، ژاک شیراک همچنان یکی از رؤسای جمهور محبوب فرانسه است. ایرج مصداقی پژوهشگر مسائل سیاسی و فعال حقوق بشر از استکهلم با ما هستند. آقای مصداقی، با وجود محبوبیت آقای شیراک انتقاداتی هم از اون میشه، مخصوصا در مورد پرونده‌های حقوق بشری و از جمله رابطه او با ایران؟ سلام عرض میکنم خدمت شما، همچنین خدمت بینندگان عزیز. بایستی عرض کنم که از نظر من اینگونه نیستش، به خاطر اینکه این سیاست‌های دولت‌های مختلف فرانسه است. آقای ژاک شیراک رو اگر توجه کنیم در سال 86 ایشون به نخست وزیری میرسن تا سال 88 تا می 88، ولی در کشتار 67 در واقع سوسیالیست ها در قدرت هستند و دولت رو در اختیار دارن و اون موقع آقای رولان دوما وزیر امور خارجه فرانسه هستند. میدونید روابط بسیار بسیار نزدیکی ایشون داشتن با دولت جمهوری اسلامی، سفرهای متعددی به ایران داشتن و عملا از کنار کشتار 67 به سادگی عبور کردن. در دوره‌های
دیگه هم به همین شکل بوده. و اگر توجه داشته باشید در همون دورانی که عملا سوسیالیست ها قدرت رو در دست داشتن، ترورهای بسیاری در فرانسه صورت گرفت که از اون گذشتن و عبور کردن. این مسائلی است که ربطی به آقای شیراک نداره. در واقع سیاست خارجی فرانسه چه در رابطه با ایران و چه در ارتباط با منطقه و میتونم بگم خاورمیانه تقریبا یکسان، منتها در دوره‌های مختلف اتفاقاتی افتاده که اگر رؤسای جمهوری دیگری هم بودن همین وضعیت رو ما شاهدش بودیم. یعنی شما آقای شیراک رو مسبب این تغییر نمی‌دونید، چون بعد از ایشون بود که این سیاست به نحوی ادامه پیدا کرد در دولت‌های مختلف؟ نه، ببینید باید این توجه کنیم که در سال 60 که آقای در واقع دولت آقای میتران در یا خود ایشون هم رئیس جمهور بودن و هم دولت‌های سوسیالیست بودن، باید این توجه کنیم که اون موقع تلاطم بود به خاطر اینکه دفتر حزب جمهوری اسلامی منفجر شده بود، نخست وزیری منفجر شده بود، داستانی منفجر شده بود، به تبع دولت‌های اروپایی، به تبع دولت فرانسه عملاً حساب دیگری روی اپوزیسیون ایران می‌کرد، به همین دلیل با فاصله با نظام اسلامی حرکت می‌کردن. ولی وقتی که دولت جمهوری اسلامی تثبیت میشه در سالهای میانی دهه 60، عملا این برخورد متفاوت رو ما ملاحظه میکنیم. حتی آلمان غربی همون موقع آقای گنشر همین برخورد رو داشتن که فرانسوی ها داشتن و یواش یواش چرخیدن. شما در دولت آقای میشل روکار هم همین وضعیت رو میبینیم و حتی میبینیم چشم‌پوشی هایی که در دولت آقای میشل روکار یا دولت های بعدی سوسیالیست در ارتباط با مسئله تروریسم رژیم در فرانسه میشه هم به همین ترتیب هستش. تفاوت آنچنانی ما نمیبینیم. حتی اگر توجه کنید موقعی که آقای ولاندوما آقای اولند به ریاست جمهوری میرسن، در همون حال آقای میشل روکار به سفر به ایران میرن، یا حتی آقای ولاندوما که نماینده ویژه آقای ژان شیراک هستن در مذاکرات هسته‌ای هم به ایران میرن، ایشون سوسیالیست هستن. یعنی میخوام بگم که یک سیاست در واقع مشترک فرانسه است و شیراک حالا اون موقع این رو نمایندگی میکنه. فکر میکنید که چرا با وجود این توضیحاتی که میفرمایید چرا بیشتر از او انتقاد میشه در این زمینه؟ راستش من فکر نمی کنم که این انتقاد در واقع انتقاد واقعی باشه، به خاطر اینکه کارنامه دیگران اصلا کارنامه روشنتری نیستش و این ما میتونیم ببینیم. حتی همه الان هم اگر شما نگاه کنید دولت آقای مکرون رو نگاه کنید، تلاش های بسیاری دولت آقای مکرون داره برای اینکه این کانال مالی اقتصادی رو یا کانال مالی رو به وجود بیارن بین ایران و اروپا و همچنین مذاکراتی که میکنن، میانجیگری هایی که میکنن. خب الان دولت آقای مکرون هست و عرض کردم در دولت آقای روکار هم همین وضعیت داشتیم، یا حتی در دولت هلند این وضعیت بود. حالا چه در رؤسای جمهور مختلف یا نخست وزیرها، این سیاست رو ما در ارتباط با فرانسه دیدیم. من در سالهایی هم که خودم در کمیسیون حقوق بشر فعالیت میکردم، عملا فرانسوی ها همیشه جزو دولت هایی بودن که به نوعی سعی میکردن در ارتباط با مسئله نقض حقوق بشر در ایران هم موضع میانه ای داشته باشن و یا به گونه حرکت نکنن که نظام اسلامی رو در واقع خیلی برنجونن. بنابراین این سیاست خود فرانسه هست و تلاشی هم که میکنن فرانسوی ها برای اینکه سیاست اروپا رو اونها تنظیم کنن یا رهبری اروپا رو اونها در دست داشته باشن. این از دوران ژنرال دوگل بوده و الان هم میبینید مکرون همون تلاش رو داره که دوگل یه موقعی داشته در هدایت اروپا. حالا در ارتباط با ایران هم که میرسه به تبع فرانسوی ها یک همچین رسالتی رو برای خودشون قائل هستن. من فکر میکنم هر کسی دیگه به جای آقای ژاک شیراک میبود در کاخ الیزه حتما خاتمی رو دعوت میکرد، کما که خاتمی اون موقع به آلمان هم اومد، خاتمی به ایتالیا هم اومد. اینجوری نیست که فقط خیلی ممنونم از شما ایرج مستاقی، پژوهشگر مسائل سیاسی و فعال حقوق بشر از استکهلم سوئد. ائتلاف نظامی به رهبری آمریکا پذیرفته که 2 سال پیش در یک حمله هوایی اشتباهاً 16 نفر غیر نظامی را در عراق کشته. ائتلاف اعلام کرده این اتفاق در حمله به یکی از مواضع گروه داعش در شهر موصل رخ داد. ائتلاف به رهبری آمریکا تا به حال مسئولیت کشته شدن تصادفی بیش از 1330 غیر نظامی را پذیرفته. منابع مستقل میگویند رقم کشته شدگان بیش از این هاست و به دست کم 8000 نفر میرسد.
برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل متحد میگوید ماه گذشته موفق شده برای 12 میلیون یمنی غذا فراهم کند، اما این سازمان به صدها میلیون دلار نیاز دارد تا بتواند عملیات امدادرسانی خود را در این کشور جنگ زده ادامه دهد. وضعیت وخیم یمن در نشست سالانه سازمان ملل متحد کمترین توجهی به خود جلب کرد، هرچند همین بحران است که زمینه ساز یکی از بزرگترین تنش های منطقه خلیج فارس بین ایران و عربستان سعودی شده و پای بسیاری کشورهای دیگر را هم به میان کشیده. مهدی بگی گزارش می‌دهد. گرسنگی بزرگترین مشکل مردم یمن. علی‌رغم کمک‌های بین‌المللی، حدود 16 میلیون نفر در این کشور جنگ زده هر روز گرسنه بیدار می‌شوند. بحرانی که اگر برای آن چاره‌ای پیدا نشود، 4 میلیون نفر دیگر هم به زودی به آن اضافه می‌شوند. برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل بزرگترین نهاد امدادرسان آنهاست. مدیر عامل این گروه میگوید وضعیت بسیار وخیم است. اگه به ما کمک مالی نشه ما هم مجبور میشیم کمکمون رو قطع کنیم و این یعنی مرگ مردم. یمن بدترین بحران انسانیه که تا حالا در جهان داشتیم. از جمعیت 27 میلیونی یمن 10 میلیون نفرشون به شدت گرفتار ناامنی غذایی هن. اگه ما اونجا نباشیم میمیرن. وضعیت تا این حد بحرانیه و این اهمیت کنفرانس امروز و حمایتی که باید بگیریم رو نشون میده. میزان سوء تغذیه کودکان یمنی در جهان از بدترین هاست. وضعیت تغذیه پیوسته بدتر می شود. نظرسنجی اخیر نشان داده که در رژیم غذایی تقریباً یک سوم خانواده های یمنی مواد اصلی نیست و تقریباً بسیاری هیچ وقت از انواع حبوبات، سبزیجات، میوه، لبنیات و یا گوشت مصرف نمی کنند. حدود 3 میلیون زن باردار و کودک زیر 5 سال برای جلوگیری از سوء تغذیه نیاز به کمک درمانی دارند. در سال 2019 برنامه جهانی غذا به تدریج کمک‌های خود را گسترش داده تا همه مردم یمن را در بر بگیرد. این سازمان موفق شد ماه گذشته به 12 میلیون نفر در یمن کمک غذایی کند. اما جنگ و درگیری دسترسی این سازمان به مناطق مختلف را با مشکل مواجه کرده. موضوع خیلی پیچیده است. یک سال و نیم پیش تلاش میکردیم که مواد رو از بیرون به داخل یمن بیاریم چون یمن محاصره بود و ائتلاف اجازه نمیداد. اما با پادشاه عربستان گفتگو کردیم، با امارات و آمریکا و دیگر بازیگران صحبت کردیم و بسیاری از مشکلات رو حل کردیم، اما بعد با مشکلات داخلی روبرو شدیم. در دو سه ماه گذشته پیشرفت خوبی کردیم، اما این یه جنگه و در این حال به پول و دسترسی نیاز داریم. اگه پول و دسترسی داشته باشیم میتونیم به بیشتر مردم نیازمند کمک کنیم و کسی دیگه به علت کمبود غذا نمیمیره. در یمن بیش از نیمی از خانواده ها مواد غذایی را به صورت نسیه و قسطی میخرند. پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان دولتی از تابستان 3 سال پیش به حالت تعلیق درآمده. این وضعیت روی تقریباً 30% از جمعیت یمن که زندگیشان به حقوق دولتی وابسته است تأثیر می‌گذارد. وضعیت انسانی در یمن بسیار شکننده است. هر گونه اختلال در تهیه مواد حیاتی مثل غذا، سوخت و دارو و رساندن آن به دست نیازمندان میلیون‌ها نفر را به گرسنگی و مرگ نزدیک می‌کند. مهدی بیگی، بی بی سی. می‌رسیم به پایین این بخش خبر. ممنون از همراهی شما با بی بی سی فارسی.